برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با همکارم مراد ویسی. مراد، تحلیلت از گفته های جنرال مکنزی چیه در مورد وضعیت سپاه قدس بعد از قاسم سلیمانی؟ حرف درستی میزنه. همون دو سال پیش که قاسم سلیمانی مورد هدف قرار گرفت، من چند تا مقاله نوشتم که قاآنی برای جمهوری اسلامی سلیمانی نمیشه. دلایل مشخصی هم دارم، در حوزه‌های مشخصی این اتفاق افتاده. بحث جنرال مکنزی تسلط فرمانده نیروی قدس بر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامیه. آشکارا به نظر میرسه همینطوره. تسلطی رو که قاسم سلیمانی بر گروه‌های نیابتی داشت، اسماعیل قاآنی نداره. نمونه‌اش این است که به خونه نخست وزیر عراق با پهپاد حمله میشه. گزارش آمریکایی‌ها نشون میده که گروه‌های نیابتی ایران این حمله رو کردن، ولی الزاماً با اطلاع ایران نبوده. خب این نشون میده قاسم سلیمانی تسلطی که داشت رو اسماعیل قاآنی نداره. در دوره سلیمانی چون این اتفاقهایی نمیافتاد. از طرف دیگه به نظر میاد در درون خود نیروی قدس هم اسماعیل قاآنی اون برتری رو که سلیمانی داشت نداره. در درون نیروی قدس فرماندهانی هستن که فرماندهی اسماعیل قاآنی رو به چالش میکشن، مثلا ایرج مسجدی در عراق برای خودشو کسی میدونه، عبدالرضا شهلایی در یمن مسئول پرونده یمن خودشو کسی میدونه، یا فرض بکنید فلاح زاده که الان معاون و جانشین اسماعیل قاآنی هست، فرمانده ارشد در جنگ‌های سوریه بوده، اون خودشو کسی میدونه. اون تسلطی رو که سلیمانی بر نیروی قدس داشت قاآنی نداره. در واقع این نیروی قدسی که الان ما میبینیم بیشتر نیروی قدس قاسم سلیمانیه. قاسم سلیمانی هم گروه های نیابتی جدیدی درست کرد، هم گروه های نیابتی قبلی رو تقویت کرد، هم یک شبکه یک پارچه از گروه های نیابتی برای جمهوری اسلامی درست کرد. اشاره کردی به ضعف فرماندهی قاآنی در سپاه قدس. آیا موارد دیگه‌ای هم وجود داره که تأثیر گذاشته باشه بر سپاه قدس؟ بله، در درون ایران حداقل به 4 مورد دیگه میشه اشاره کرد. رابطه قاآنی با علی خامنه‌ای، رابطه قاآنی با فرماندهان سپاه، رابطه قاآنی با وزارت خارجه و دید طرفدارای جمهوری اسلامی به قاآنی. طبیعیه که قاآنی برای خامنه‌ای سلیمانی نمیشه. سلیمانی از نظر خامنه‌ای کارگزار مطلوب بود، کارگزاری بود که از نظر خامنه‌ای هم مطیع بود، هم برای جمهوری اسلامی قدرت ایجاد کرده بود با گروه نیابتی در منطقه. و رابطه شخصی که سلیمانی و خامنه‌ای داشتن سالها طول می‌کشه اگر قاآنی بخواد درست کنه. این یک. دوم اینه که سلیمانی مهمترین فرمانده سپاه پاسداران بود، اصلا سایه انداخته بود بر فرمانده کل سپاه. قاآنی اینطور نیست. قاآنی یک فرمانده در حد فرمانده نیرو، مثل فرمانده نیرو زمینی، هوایی، دریایی، حالا فرمانده نیرو قدسه. ولی قاسم سلیمانی مهمترین فرمانده سپاه بود، حتی از فرمانده کل هم مهمتر. این دو. سوم اینی که قاسم سلیمانی بر وزارت خارجه هم سایه انداخته بود. وزارت خارجه مطیع سلیمانی بود، همچنان که ظریف در اون فایلش گفته. به نظر میاد وزارت خارجه رفتن سلیمانی و اومدن قاآنی رو فرصتی پیدا کرده که یک مقداری از زیر سایه نیروی قدس بیاد بیرون، نفس بکشه، نه همش. و چهارم اینی که برای طرفدار جمهوری اسلامی هم قاآنی سلیمانی نمیشه. برای طرفدار جمهوری اسلامی سلیمانی نماد بود. به نکته مهمی اشاره کردی در مورد نقش سپاه قدس در سیاست خارجی. اینطور به نظر میرسه که بلخص در عراق سپاه قدس در حال باختن قافیه است. تحلیل چیه در این مورد؟ بعد از سلیمانی ضربه جدی دیدن. بعد از قاسم سلیمانی گروه نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی انتخابات رو باختن، مقتدا صدر به قدرت رسید و اسماعیل قاآنی 3 بار در نجف تلاش کرد با مقتدا صدر دیدار کنه، 2 بار اصلا تحویلش نگرفت، بار سوم بود. در دوره سلیمانی اینطور نبود. در دوره سلیمانی حتی میتونست مقتدا صدر رو هم علارغم این اعوجاج هایی که مقتدا صدر داره همیشه یه جوری کنترل مدیریتش کنه، چون مقتدا صدر ویژگیش اینطوریه که یه موقع با جمهوری اسلامی هست، یه موقع منتقد ایرانه، یه موقع هست یه منتقده. سلیمانی در این اواخر تونسته بود حتی مقتدا صدر راضی کنه موقعی که میاد ایران در بیت رهبری بیاد کنار دست اون و خامنه‌ای بشینه که یه نوع
از نظر سلیمانی این بود که کنترل کرده مقتدا صدر. به نظر میاد که قاهانی نتونسته کنترل کنه. با این حساب فکر میکنی که سپاه قدس جمهوری اسلامی تونسته به اهدافی که از طریق سپاه قدس تو منطقه دنبال میکرد دست پیدا کنه یا نه؟ سپاه هنوز مهمترین بازیگر سیاست خارجی ایرانه. نیروی قدس هنوز در منطقه نفوذ داره، در عراق، در یمن، در لبنان، مسئله فلسطینی ها و اسرائیلی ها، در سوریه، در افغانستان. ولی آشکارا نیروی قدس بعد از قاسم سلیمانی ضعیف‌تر شده و من اینو پیش‌بینی کرده بودم و درباره‌اش هم مقاله نوشتم. ممنونم از مراد ویسی که با ما همراه بودید.